در بکلش فرانسه چه اتفاقی افتاد؟ بریم که داشته باشیم. چطور این رفقا، خیلی سریع بخوام به یک نکته بپردازیم قبل از اسمش میشه بررسی بکلش. ویدیو قسمت بندی شده، پارت بندی شده، اگر خیلی براتون مهم نیست بتونی یه تیکه‌ای که یه سری توضیحاتی میخوام برای شروع بدم و جلو بزنید. بچه‌ها یه بخش از کانال کامل حذف شد و این بخش بررسی هم در واقع دستخوش یه سری تغییراتی شده. یه سری ها در واقع بخش زیادی من کامنت اینو گرفتم که آقا چرا پیشبینی بکلش رو نذاشتی. دیگه بچه ها قرار نیست ما پیشبینی داشته باشیم. پلیلیست پیشبینی تقریبا خدا نگهدار و تقریبا که قطعی شده، دیگه قرار نیست که ما ویدیو پیشبینی بذاریم. دو دلیل داره، دلایل خیلی خیلی مختلفی داره، ولی دو تا دلیلش دلایل اصلی منن. یکی این که خب من الان این تفکر رو دارم، آدم ها عوض میشن، شاید واقعا تا دو ماه پیش نداشتم. داستان اینه که احساس میکنم اینجور ویدیو برای مخاطب خوب نیست. یعنی ما یه سری پیشبینی هایی میکنیم، چون واقعا بچه پیشبینی شوهای مثلا دبوده بی کلن سخت نیست. یعنی تو یه خورده نسبت به استوری هاش شناخت داشته باشی کار شاخی نمیکنی. خب خیلی وقتا هم شاید درست هم در نیاد، ولی در کل کار اونقدر سختی نیست. ولی خیلی ها همین کار هم نمیتونن انجام بدن و تو یه سری هایپو داری ازشون میگیری. چرا؟ چون احساس میکنم الان دیگه فاز زورآزمایی داره اسم که ببین من چرا خفنم، همه اینا رو پیش بینی کردم. بچه فلان ویدیو رو دیدی؟ من دیدی من پیش بینیم درسته، من خیلی خفنم. این احساس رو الان به من میده، این که بگی من خیلی خفنم که دارم پیش بینیام همه درست در میاد. آره. و دو این که تو با این کارت یه سری هایپو از مخاطب میگیری و یه سری هایپ اشتباه میدیم. خب ما خیلی وقتا مثلا میگیم آقا فلانی میاد نمیاد، اون هایپ اضافه میدیم به مخاطب و یه سری هایپ رو ازش میگیریم که به نظر من دیگه جذاب نیست این کار. و مثلا با شوخی که از بچه ها اینجوری بود که هرچه مثلا نمیتونی پیش بینی کنی که میخوای بگی آقا من دیگه نمیذارم حتما. ولی خب داستان اینه که ما دو سال پیش بینی کردیم تمام پریپرویو ها رو، اصلا تمام سناریو ها رو، و میتونید چک کنید. من دیگه گفتم که پیش بینی نمی کنم. و داستان بررسی، من یه تایمی نمره میدادم خیلی دقیق و شیک و فلان اینا، خیلی فاز منتقدانه ای، دیگه نمیخوام همچین چیزی باشه. به دلیل این که من احساس میکنم تو کامیونیتی دیگه خیلی همه فاز کارشناسی گرفتن و همه درگیر اینن که نمره بدن و فلان و اینا، و حس خوبی نمیگیره انقدر ما بخوایم درگیر باشیم. خب این نمرش اینه، این نمرش اینه، به خاطر همین منم دیگه آنچنان سعی میکنم نمره ای ندم و صرفاً، حالا شاید تایتل عنوان ویدیوهامون باشه بررسی، ولی صرفاً چیزی که دیگه نظر خودمه، یه سری اطلاعات اضافی میدم که آقا مثلا این داداشمون که امشب اومده تو بکلش دیبوت کرده کی از کجا اومده. خیلی دیگه نمیخوام اونقدر این داستان رو داشته باشیم، چون تو کامیتی دارم احساس میکنم که خیلی دیگه ملت فراستی شدن و حداقل از جانب خودم یه خورده سعی کنم که این داستان رو بیارم پایین. بریم که بکلش رو داشته باشیم. بکلشی که من واقعا فکر نمیکردم همچین تماشاگرهای خفنی داشته باشه. یعنی من اینجوری بودم که اوکی فرانسه است، یه تماشاگرهای معمولی داره، اصلا فکر نمیکردم که مثلا اینجوری باشه که یه خورده نزدیک باشه به پورتوریکو، در صورتی که من در عمرم ندیدم یه پیپرویو، یک شوی همچین تماشاگرهایی داشته باشه. واقعا بی‌نظیر بودن تماشاگرای بکلش در فرانسه، من در عمر ندیدم، در عمرم ندیدم، و واقعا جذابیت مسابقات رو دوچندان کرده بودن. خود بکلش مچگارد واقعا کمی داشت که من همیشه این انتقاد رو کردم دیگه نگم دیگه برای بار 20 مچگارد کمه، خیلی کمه. ولی خب اوکی، می‌دونیم از مسابقه اول که رندی اورتون مقابل بلاد لاینه، داستان اینه که مثلا درگیری خیلی زیاد بود و اینا اینجوری بودن که اوکی ما اینو استریت فایت مچ میکنیم. و یه نکته، من گزارش نمیخوام بکنم، حتی بررسی هم نمیخوام بکنم آنچنان، و فقط میخوام نظر خودم رو بگم. پس خود بکلش رو ببینید و آره، صرفا اینو گفتم که بدونید. اینا گفته بودن که آره این مثلا استریت فایت، حقیقت اینه که مسابقه که خیلی دوستش داشتن، یعنی این مسابقه ای بود که صرفا مثلا رو میزی شکست زدن و
مسابقه خوبی بود ولی من حال نکردم. نمیگم مسابقه بدی بود، من واقعا میتونم بگم از معدود دفعاتی که نمیدونم من چرا این مسابقه رو دوست نداشتم. عجیبم بود برای من. یعنی چرا میگم؟ چون واقعا هیچ حسی در من برانگیخته نشد که مثلا یه خورده بگم واه مثلا این میمیکم، یه خورده اینجوری نشد و خیلی عادی، هیچ حسی به من نداد این داستان. عجیب بود، نمیدونم، خودم نمیدونم چرا. مهم نیست، مسابقات بلادلاین یه خورده داره خشن‌تر میشه، در واقع داره میگن ما یه خورده خشن‌تریم، ولی خب دو دبی تا پی جی باشه و نمیتونیم مسابقاتی که اونجور مثلا ادعاشو میکنن ببینیم. مومنت های باحالی داشت ولی نکته داره اینجا. در آخر مسابقه دخالت داشتیم. خب الان باز نمیخوام بگم، حالا ما پیشبینی نکردیم ولی خب میدونستیم که توی حالا بچه های خودمونی میدونستیم که یکی میاد، چون خیلی کلین کوین و رندی نمیبازن، اصلا در شرایطی نیستن که ببازن و اینجوری بودیم که خب جیکوب میاد دیگه، ولی نه. داستان اینه که جیکوب نیومد، برادر عضو جدید بلادلاین تونگا اومد و من اینجوری بودم خدایا. این داداشمون توی نیو ژاپن بوده بچه‌ها، که کشتیگیر آنچنانی هم نبوده. متاسفانه یک داستانی که هست، بیشتر اینا بسیار بی‌استعدادن بچه‌ها، خیلی روک و راست، یعنی رومنینا خفنن، راک خفنه، ولی من یه چیزی رو میگم، سولوسیکوها به معنای واقعی کلمه بی‌استعداد، فقط به خاطر نسبت فامیلی که داشته اومده. خب قبلا هم میگفت آقا رومن ریز اوورریتد، مثلا اوورریتد هیچ وقت به معنای بد بودن نیست، ولی داستان اینه که اینا اصلا اوورریتد، اینا اصلا واقعا بی استعدادن. یکی مثل سولوسیکوها به معنای واقعی کلمه بی استعداده، هیچی نداره، ولی خب به خاطر نسبت فامیلیش. این دومین نفری که اومد، نه این دومین نفره یه کریر تقریبا جالبی داره، توی بولت کلاب بوده و خیلی به اون نمیتونم خورده بگیرم، ولی سومی که جدیدن اومده یه همچین چیزی، اسمشون خیلی شبیه همه، همشون تانگا تانگا داره، ایشون هم یه آدم بسیار بی استعدادی به نظر من، سلطان سوتی های نامنظمه. من دوم نمونش رو براتون از نیو ژاپن میذارم که بسیار آدم سوتیده‌ایه و حتی تو همین بکلش هم نتونست درست کارشو انجام بده. یعنی داور 1-2-3 باید داداشمو میامد داور رو میکشوند، دیر اومد، یعنی داور مکس کرد و اینجا هم سوتی داد. میگم چیزی که متاسفانه رو مخمه، اینا کسایی هستن که بسیار بی‌استعدادن و صرفا به خاطر نسبت فامیلیشونه که اومدن، اصلا هم کشتیگیرای محبوبی هم نبودن تو همون کمپانیای نیو ژاپن اینا، ولی خب جیکوب کشتیگیره که واقعا کشتیگیر خوبیه، مثلا اونو اوکی، ولی این دوتا سولوسیکوها و این جدیده بدن، اینا واقعا کشتیگیرهای بدی هم متاسفانه. و خب مسابقه تکتیم زنان داشتیم، مسابقه تکتیم زنان رو عجیبه من واقعا دوست داشتم، جید کارگل خوب ظاهر شده، مردم دارن به نسبت بهش ریاکشنشون میدن، البته خب تو فرانسه هست، منم الان برم تو فرانسه با چیزی که از مردم فرانسه لیون دیدم ریاکشنشون خواهند داد نسبت به من، ولی خب جای کارگر هم عمل کرده خیلی خوبی داشت. مسابقه تک تیم زنان هم خوب بود، واقعا سرگرم کننده بود، با اینکه یه سری باچ ها داشت. مسابقه تریپل ترد زنان رو حقیقت ندیدم، مسابقه جی و دیمین پریست هم، اون هم مسابقه خیلی خوبی بود. واقعا مردم لیون 10 از 10، یعنی 5 ستاره رو باید به مردم لیون داد که لول مسابقاتو خیلی بردن بالا. شاید همین پیپرویو توی آمریکا چیز خاصی ازش در نمی اومد. اونم مسابقه بسیار خوبی بود. استارت احتمالاً خروج دیمین پریست هم از جاجمنده دیدیم، احتمالاً فیس بشه، اینا همش هستش. و میرسیم به مین ایونت. مین ایونتی که به نظرم مسابقه شب بود و من به شدت دوستش داشتم، مین ایونت خیلی خوب بود و حال کردم واقعا باش. حالا به چه دلیل؟ خیلی ها خورده گرفته بودن به حرف تو تلگرام من که گفتم عجب مین ایونتی و اینا، اینجور بودن که مرد چی میگی مین ایونت هیچی نداشت، و من خیلی همیشه اینجوری هم که اوکی دلایلتون رو بگین که این مین ایونت چرا هیچی نداشت، و
در کمال ناباوری خیلیشون هیچ دلیلی نداشتن که بگن و یه سری دلایل چند تا از بچه این بود. AJ Styles نتونست فینیشر بزنه، AJ Styles با یه فینیشر باخت و من اینجوری بودم واو، یعنی هرچی فینیشر بیشتر، هرچی کیک اوت بیشتر، مسابقه خفن‌تر. من همیشه میگم مسابقه‌ای که طولانیه دلیل بر خوب بودنش نیست، مسابقه‌ای که فینیشر توش زیاده دلیل بر خوب بودنش نیست، مسابقه‌ای که کیک اوت توش زیاده دلیل بر خوب بودنش نیست، بستگی به شرایط داره. یه مسابقه‌ای میتونه واقعاً 10 دقیقه باشه، بی‌نظیر باشه با توجه به شرایط مسابقه، یه مسابقه میتونه 50 دقیقه باشه و حوصله سربر باشه. خیلی مهمه، متاسفانه این نباید جا بیفته که هرچی مسابقه طولانی تر و کیک اوت بیشتر و فینیشر بیشتر مسابقه خوبی. دلایلشون به نظر من خوب نبود. یه نکته ای که داشت اینه که ما یه جا دیدیم کودی میاد یه کودی کاتر، در واقع سوپر کاتر میزنه از بالای تاپ روپ. یه سری گفته بودن این سوتی بوده، بعد چون این سوتی نبوده کاملا حرکت درست اجرا شد. من نمیدونم یه سری چرا گفتن که این سوتی بوده، مثلا سوتی کودی رو نه، خیلی خیلی درست و کامل اجرا شد، مشکلی نداشت. حالا به نظر من چرا مسابقه خیلی خوبی ما داشتیم؟ یک، عوامل خوب مختلف وجود داره، اینکه جو خود سالن چجوریه، استوری تلینگ چجوریه، حرکاتش چجوریه. جو سالن که اصلا واقعا 11 از 10، اصلا بی نظیر و انقدر خوب بود. یه جایی اگر دقت کرده باشیم که دوربین هم تکون میخورد با هوادارا و اینجوری بودن وای چقدر خوبه. توی جو بسیار خوب بودن. حقیقت یه خورده داشت میرفت رو مخم، هی میگفت سق ماه سق، نمیدونم چه چیزی میگفت، یا لا 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 لا، اینجوری بودن بسته دیگه 2 دقیقه سکوت کنین. ولی جو خیلی خوب بود. داستان اینه که مسابقه 30 دقیقه بود اگر اشتباه نکنم، روندش میشه 30 دقیقه. خب مسابقه کوتاهی هم نبود و حقیقت اینه که ما یه مسابقه کاملا پای پای دیدیم، یعنی ما کلی حرکت های خوب دیدیم، سکوئنس های خوبی دیدیم. من 2-3 تا سکوئنس دیدم که واقعا خوب بود. یه دونه ایجی میزد، از بیرون رینگ استفاده شد، از همه جا استفاده شد، میز شکست، همه چی بود واقعا. و یه مسابقه کاملا پای پای داشت، استوریتلینگ خوبی داشت. کودی رود یه جایی از این حرکت چرخشی هایی میزنه که به چی میگن، چرخ و فلک میزنه بعد اینجوری میکنه، اون حرکت قدیم کاراکتر استارداستش بود. ای جی با کاستوم در واقع بنفش اومده بود که اشاره داشت به مسابقه‌ای که در واقع ای جی استایلز مقابل پدر کودی با همون تم و حال و هوای بنفش اومده بود. و داستان اینه که خیلی مسابقه خوب بود. حالا درسته اینکه ای جی استایلز با یه فینیشر باخت دلیل بر بد بودنش نیست که بماند با یه فینیشر نبوده، یه سوپر کودی کاتر بوده، یه کودی کاتر معمولی هم نبوده و بعد از اون کراس رودز بوده، دو تا حرکت سنگین پشت هم و خیلی خوب بود. من واقعا حال کردم و نمیپذیرم اگه کسی بگه که این مسابقه بد بود، همین که هست. چطوری یه نکته که یادم رفت اضافه کنم توی ویدیو اینه که توی مسابقه کودی و ای جی یک جایی میبینیم که کودی داره ساب میشنه براک لزنر رو میزنه. حقیقت اینه که ای کاش این حرکت انجام نمیشد. به عنوان یک شخصی که بیبی فیس کمپانیه، این حرکتش یهویی حس هیل شدن به من داد و متوجه شدم که این حس رو فقط منم نگرفتم، کل افراد داخل سالن هم گرفته بودن. تا اونجا همه حمایت میکردن کودیو، یه لحظه همه چیز یهویی ساکت شد و یهویی ای جی استایلز تشویق شد، چون حرکتش و جنسش جنس هیل بود که به نظر من اشتباه بود، نباید همچین اتفاقی میافتاد. داستان دیگه اینه که ما منتظر آنکل هودی بودیم، آنکل هودی که بچه میتونم بگم تنها چیزی که من فکر میکردم و اتفاق نیفتاد همین بود. چون اگر ما نشانه های در واقع اون ویدیوها رو
چک کردیم ویدیو قبلی که دمتون گرم چقدر استقبال کردید، همش میرسید به فرانسه. چیزایی که زدیم هی حرف آزادی 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 تولد دوباره، این آزادی خیلی استفاده میشد. و توی در واقع کیو آر کد آخر کلی ما فوتیج از مجسمه آزادی داریم و توجه بسیار زیادشون به رنگ آبی که آبی تم بکلش بود، ولی خب اتفاق نیفتاد و عجیب بود. شاید مثلا دقیقه 90 نظرشون عوض شد چون کاملا فوتیج ها مربوط بود به فرانسه. چرا اینو میگم؟ چون در اکستریم رولزی که بری وایت برگشته بود و اونم کیو آر کد داشت، همه اینا برمیگشت به در واقع اکستریم رولز. اکستریم رولزی که در واقع ایکس بوده، تم بنفش و سبز داشته، دقیقا هم اونا تو اون تایم بسیار بسیار زیاد تاکید روی همون رنگا داشتن و ما همه میدونستیم اکستریم رولز میاد و آمد. اینجا این اتفاق نیفتاد و یه گلیچ جدیدی اومد که تاریخ داده، رسمن تاریخ 25 می، و 25 می تولد بنده هست و تولد بودالانس. بچه آنکل هودی منم و 25 می میشه کوکینگ اند کوینگ آف دی رینگ. احتمالا اونجا قراره که بیاد. عجیب بود که نیومد اونجا آنکل هودی. در کل پیپرویو واقعا لذت بخشی بود. میبینمتون تا ویدیو بعدی.